اینکه چجوری بخوایم ازش استفاده بکنیم، من در واقع عرض کردم ما معمولا برای اینکه بتونیم یک کلید رمزنگاری تولید کنیم، خب باید بگیم که این کلید چه الگوریتمی هست، چه جزئیاتی داره، طولش چقدره، چه کاربردی خواهد داشت. بعضی از جزء مثل مود عملیاتی پدینگ که جلسه قبل هم داشت صحبت کردیم رو باید تعریف کنیم. تو ورژن 18 این خیلی محدود هست، یعنی شما نمیتونید همه این پارامترها رو تعریف کنید. اولا که الگوریتمی که روی کیستور ورژن 18 ساپورت میشن متاسفانه محدود هست به RSA و اونم طول کلید رو نمیتونید بگید. خودش به صورت پیشورز یک کلید 2048 بیتی براتون میسازه که پدینگ نداره. پدینگش البته اونجا زده نو پدینگ، حالا توی سایت خود گوگل اون اندروید دیولپر اگر نگاه بکنید الان با هم رو خواهیم کرد زده نو پدینگ، ولی در واقع پدینگش PKCS 1.5ه. و خدمتتون عرض بکنم که تنها چیز محدودی که ما داریم اینه، در واقع شما میتونید کلید RSA زوج کلید RSA رو توی کیسو تولید کنید و ازش برای کاربردهای مختلف استفاده بکنید. حالا ما تفاوت متقارن نامتقارن اینها رو گفتیم جلسه قبل. مشخصه که بعضی از کاربردها کلیدهای نامتقارن و الگوریتمی مثل RSA کاربرد خیلی محدودی دارن یا زیاد مناسب نیستن. حالا اینکه چه جوری ما تو ورژن‌های پایین‌ترمون باید اینو پیاده سازی بکنیم خودش بخشی از پیاده سازی ماست. و اینکه چه جوری انتخاب بکنیم حالا هاردوری یا سافتوری و اینکه تو هر کدومش چه اتفاقی میفته باز خودش یک داستان است. توی پیاده سازی نرم افزاری ما در واقع عرض کردم به ازای هر کاربر، به ازای هر پروفایل کاربری ما یه دونه کی انکریپشن کی داریم یا اصطلاحاً مستر کی، یعنی اون کلیدهایی که اپ تولید میکنه میرن داخل اون فایل ها میشینن، عرض کردم انکریپت شدن دیگه. اونا با چی انکریپت میشن؟ توسط یه مستر کی که نه اپ باش سر کار داره نه سیستم عامل، هیچ کدومشون از وجودش از مقدارش اطلاعی ندارن. اون مستر کیه باید توسط اون کیستور نرم افزاری محافظت بشه. باز اون مستر کیه چجوری بایند میشه و محافظت میشه توسط سیستم از طریق همین یو آی دی که الان صحبتش شد. یعنی زمانی که یک پروسس یا اپلیکیشن تلاش میکنه میگه من میخوام این کیستور رو برای من دیکریپت کنی، باید مستر کیش بازیابی بشه، کیستور دیکریپت بشه، کلید داخلش استخراج بشه و بعد استفاده بشه. سیستم عامل چک میکنه آیا این پروسس مجاز هست به این فایل دسترسی داشته باشه. این همونی هستش که خودش این کلیدو ساخته یا یک در واقع پروسس دیگه است. اما پیاده سازی سخت افزاری یه مقداری خیلی پیچیده تر است. اصلا خدمتتون حالا من لینکش رو قرار دادم. تو ورژن 4.1 میبینیم که این هاردویر بک بودن در واقع کیستور دیده شد. باز دو تا ورژن قبل از این نسخه که ما داریم صحبت میکنیم. اولین بار که در واقع این ارائه شد در قالب یک دیمن بود تو سطح سیستم عامل و از طریق IPC یا Inter-Process Communication در دسترس سرویس ها قرار می گرفت. یعنی اپلیکیشن به سیستم عامل درخواست می داد، سیستم عامل از طریق HAL Master می اومد سراغ این دیمن یا این سرویسی که در قالب IPC رابطی رو ارائه می کرد، ازش می خواست که با این کلیده بتونه کار بکنه. بعدا اینو به عنوان یه بایندر تغییرش داده، یعنی اون ساختار دیمن تغییر کرد یه بایندر شد و برای اینکه در واقع اونو پیاده سازی بکنیم خب طبیعتاً باید بیایم یه اینترفیسی به نام IKStore سرویس رو در قالب یک سرویس هست ایمپلیمنت بکنیم. این ایمپلیمنتیشن این توی اندروید 4.3 اگر سورس کد رو نگاه بکنیم می‌بینید C++. حالا این خودش جالبه چون جزو موارد معدودیه که توی سورس کد خود این در واقع C++ تا این میزان استفاده شده. حالا دلایلی داشتن، یکی از دلایلش این هستش که مهندسی معکوس در واقع خب C++ از جاوا خیلی سخت‌تر هست، پرهزینه‌تر و البته پرفورمنس خیلی بهتری میده. ضمناً API خیلی لو لولی داره. و اگر ما خوب بخوایم توی اپلیکیشن جاوایی به صورت مستقیم با کیستور کار بکنیم، لازمه‌اش اینه که یه GNI رپر یا جاوا نیتیو API در واقع اینترفیس رو ایجاد بکنیم که بتونه با این کد C++ ارتباط برقرار بکنه و این مکانیزما رو بده که حالا در موردش صحبت می‌کنیم. چهار تا عمل اصلی روی این پیاده‌سازی این در واقع کیستور سخت‌افزاری وجود داشته. این پیاده سازی بایندره، این چهار تا متد بیشتر هستن ولی این چهار تا متد خیلی مهمه. خدمتتون عرض بکنم یکی گت ام تایپ که زمان مودیفیکیشن کلید، مثلا زمان ایجاد کلید رو میگه، اون زمانی که دستور کی جنریشن توسط کی جنریتور فراخوانی میشه و کلید داخل کیستور ایجاد میشه، این اون زمان رو نگهداری میکنه و به ما میگه که این کلید کی ایجاد شد. نکته بعدی داپلیکیت. داپلیکیت یه متد اینترناله، در واقع پابلیک نیست، یعنی دیولپر نمیتونه ازش استفاده بکنه. به چه درد میخوره؟ کیستور در واقع یکم رفتارش سخت و عجیبه، یعنی برای اینکه بتونه از کلیدا محافظت بکنه
درسته که ما گفتیم یه سری فایل ما روی سیستم عامل میبینیم که نگهداری میشن و این کلیدا در واقع اون شکل فیزیکی نگهداریشون هستن. کلیدا در واقع داخل تو پیاده سازی سخت افزاری داخل اون سخت افزار نگهداری نمیشن، ولی کی الیاسشون در واقع یک رفرنس هست بین اون چیزی که داخل اون سخت افزاره و اون چیزی که روی فایل سیستم نگهداری میشه. یعنی شما از طریق این رفرنس ها هست که اینا میبینید، مثل یک اشارهگر، یه پوینتر. از طریق اون رفرنس ها هست که فقط میتونید به اون کلیدها میبینید دسترسی داشته باشید، و زمانی هم که اون رفرنس ها پاک بشن لزوما به این معنا نیست که از داخل کیستور اون کلیدها پاک شدن. حالا این داپلیکیت کاری که انجام میده برای کی مایگریشنه. یعنی چی؟ به جای اینکه کلیدها مستقیم در اختیار در واقع پروسسوری که فراخوانی کننده از قرار بگیرن، به صورت یه سری باینری استریم یا کیبلاب که در واقع اینو داده باینری هست، این کلیدها ترانزیت میشن بین دو تا فضای مختلف. یعنی چه اتفاقی میفته؟ کیستور میاد اون فایلی رو که تو فایل سیستم هستش رو برمی‌داره، از طریق مستریکی که داخل خودش هستش دیکریپتش میکنه، کلید رو در قالب یه سری باینری توی فضای حافظه خیلی لو لولی، یه پروسسی که از سیستم عامل هم پایین تر داره اجرا میشه، لود میکنه. فقط اون دسترسی بهش داره. بعد برنامه از طریق سیستم عامل فراخوانی میکنه، میگه لطفاً با این کلید این دیتایی رو که بهت میدم رو مثلا ساین کن، یا این ساینی رو که در این داده وجود داره رو وریفای کن، یا عملیات رمزنگاری و رمزگشایی رو انجام بده. این دو اپلیکیشن است. یک کپی از اون داده رو میگیره میاره روی حافظه. ایز هاردویر بک رو گفتم، همون پیاده سازی هستش که متد جاوایش بود، ایز اینسایت سکیور در واقع هاردویر، که میگه که این سر سخت افزاری است یا نرم افزاری. و کلیر یو آی دی چیکار میکنه؟ کلیر یو آی دی همون مکانیزم یو آی دی که مربوط به اپ هستش رو منیج میکنه. زمانی که ما اپ رو آنیستال بکنیم برای یک کاربر، کلیدهای خود اون کاربر پاک میشن. اگه اپ رو کلا از روی دیوایس ریموف کنید، تمام کلیدها بایستی پاک بشن. کاری که کلیر یو آی دی انجام میده اینه. زمانی که همچین رویدادی اتفاق میفته، تمام فایل هایی رو که مربوط به اون اپلیکیشن هستن، به ازای تمام پروفایل های کاربری رو پاک میکنه. و بله، تو سطح OS. یعنی این به OS دستور میده که روی فایل سیستمتون فایل ها رو پاک بکن. به قدم یه متد دیلیت رو میبینید تو سورس کد این کلاس هست، البته سورس کدش رو با هم میبینیم. اما اون دیلیت آپشناله. یعنی پیاده سازیش لزوما ممکنه منجر به پاک شدن فیزیکی اون فایل ها نمیشه. این چهار تا متد خیلی مهم رو بایستی در واقع در نظر داشته باشیم. ببینید دوستان، من خواستم فقط تا اینجا عرض بکنم که این مباحث هیچ کدومش مربوط به کاربرد کیستور نیست. ساختار داخلی کیستور. من چون معلوم میشد خیلی راحت سریع بریم سراغ چند تا سمپل کد و اینا که البته خواهیم رفت، من فکر کردم که این مباحث داخلی به هر حال لازم هست در جریان باشیم که اصلا بدونیم وقتی یه ادعای مطرح میشه در مورد یک مثلا قابلیت امنیتی، چقدر میشه روش در واقع اعتماد کرد، چقدر تضمین میکنه که اون کاربرد رو به صورت امنی پیاده سازی بکنه. چون الان بحثای حساس مثل بحثای مالی و اینها، حالا بحثای پرداخت کیف پول و چیزای اینجوری، خب خیلی الان تو بازار پرداخت ما رایج، کاربرد دیگه ای هم میدونیم که بحثای رمزنگاری و اینجور کاربرد زیاد دارن. حتما هم شنیدید خیلی از این اپلیکیشن تو سالیان گذشته هی به بحث سیم کارت و سکیور المنت و اینها میپرداختن. این موضوع همیشه این چالش برانگیز بوده که آیا واقعا این سازوکاری که داخل سیستم عامل و این دیوایس های اندرویدی یا آی او اس هست امنه یا نه، که آیا میشه ازشون استفاده کرد برای اون کاربردا یا خیر. بخاطر همین من اینا رو سیس کردم. حالا اگر نمیدونم، حالا دوستان دارن نمی بکنن، اگر بحثا فکر بکنن چیز خیلی زود میتونیم بریم سراغ پیاده سازی. بگیم تا اینجا موضوع سوالی پیش نمیاد دوستان؟ توضیحات هم اگر گنگ بود، جایی نیاز هستش که برگردیم یه مقدار بیشتر در موردش باز بکنیم بحث رو. بفهم اون متد کلیری که گفتین همیشه صدا زده نمیشه، بعضی وقتا که اپ پاک میشه فقط این ولیدیتش میکنه. چجوریه؟ ورژن با ورژن فرق میکنه یا نه خود اون بعد چیزی ست کنیم که حتما آقا اینو پاکش کنه؟ شما اکسپلیسیت که خودتون کار نمیکنید، درسته؟ یعنی با. کلید رو ساختین، چون شما اصلا داخل اپلیکیشنتون رویداد آنستال کردن رو نمیتونید منیج بکنید، خیلی درسته. هدف این در واقع این هستش که چند تا هدف داره. شاید اولین چیزی که بشه در موردش گفت این هستش که هدفش اینه گارانتی بکنه بعد از اینکه اون اپلیکیشن پاک شد
هیچ کلید رمزنگاری که به کاربر و اطلاعات کاربر بایند هست روی دیوایس باقی نمونه. کلیر یو آیدی به صورت لو لول کال میشه تا این اطلاعات رو پاک بکنه. در واقع دلیلش هم این است، ممکنه به صورت تصادفی بعدن یه اپ دیگری همون یو آیدی مشابه رو بگیره و اینجوری میتونه به اون اطلاعاتی که روی دیوایس کماکان مونده دسترسی پیدا بکنه. چرا؟ چون مکانیزم امنیتی چک میکنه آیا یو آیدی فراخوانی کننده با یو آیدی که اینجا مپ شده به این کلیدا یکسان هست یا نه. درسته؟ اگر تصادفاً این اتفاق بیفته که احتمالش بوده، یعنی دلیل این که اصلا همچین متدی رو گذاشتن این هستش که احتمالش هست که یه اپ کاملا متفاوتی بعدها نصب بشه و همون یو آی دی رو بگیره که یه اپی قبلا داشته. به خاطر همین کلیر یو آی دی رو گذاشتن که این اطلاعات رو مطمئن باشن پاک میشه. به خاطر همین متد دیلیت اجرای اجباری نداره، یعنی نه دیولپر لزوما مجبوره که بره کلید رو پاک بکنه، چون حسش اینه که میگه من این کلید رو دارم مادامی که کاربر از اپ من داره استفاده میکنه. هر موقع اپو پاک کرد اطلاعاتم به خودی خود پاک میشه و این درست همینجوری کار میکنه. یعنی شما متد دیل، اما خب یه زمانی هم لازمه کی الیاس رو میدین، میگین این کلید رو من میخوام پاک کنم، یه کاربرد موقتی داشته دیگه نمیخوامش. اون بحثی که میفهمید فکر میکنم به این موضوع مربوط میشه که ما میخوایم چیکار بکنیم. اما این چهار تا متد راستش عرض کردم هیچ کدومشون اونقدر تقریبا ببینید هیچ کدوم پابلیک نیستن. این متد فقط سومی رو ملاحظه بفرمایید، این متد رو ما از طریق این متد اینجا که عرض کردم is inside secure hardware، این پایین، این پشتش در واقع این فراخوانی میشه. این ستای دیگر میبینید ما خودمون استفاده نمی کنیم، در واقع اون پروسس لو لولی که تراستد هست به اون فضا دسترسی داشته باشه ازش استفاده میکنه، اون بحث اینترنالیش هست. یه کتاب انتهای این بخش معرفی میکنم اگر علاقه من بودین این بحثا توش مورد شد. نمیدونم این سوال تونست مرسی از کنم خدمتون که این استرکچر کی استوریج در واقع به چه ترتیبیست. حالا این بحث رو خدمتون عرض کردم، اگر اپ فقط برای یک کاربر پاک بشه کلیدای اون کاربر پاک میشه با یوزر آیدیش، اگه کلن اپ از رو دیوایس ریموو بشه تمام اونا که به اون یو آی دی بایندن همشون پاک میشن که اون گارانتی بکنه که اکستراکشن اتفاق نمیفته به صورت غیر مجاز. این خدمتتون عرض بکنم که زمانی که این کی استور ریسیت میشه که همه این کلیدا و اون مستر کی که کلیدا باهاش محافظت میشن، دقت کنید دوستان همه چی به اون مستر کی توی معماری کی استور وابسته است. یعنی باز خود کی استور ما شبیه همون ساختار قدیمیه، یه فایله که انکریپت شده. اما خوبیش چیه؟ مثل قدیم شما مجبور نیستین خودتون یه پسورد روش بذارین داخل برنامه‌تون، اما پسورد رو هارد کد کنین یا یه جای نگهداری کنین. پسوردی وجود نداره دیگه. یه کی مستری وجود داره که پر یوزر خود دیوایس میسازتش و اون رو خودش منیج میکنه. در واقع داخل اون چیپ سخت افزاری فضای کافی وجود نداره که صدها کلید مختلفی که برنامه‌های مختلف رو اون دیوایس تولید می‌کنن نگهداری بشه. فضا در این حد محدوده که فقط مستر کی های مختلفی رو در واقع بتونیم روش نگهداری. این پروسس قدیمی ها اندروید و چیزا کی استور از میکنم، اما الان شاید وضعیت فرق کرده ولی اون موقع به این ترتیب بود. هدفشون گفته ما این مستر کی ها رو اگر ازش محافظت بکنی کافیه دیگه، چون فایل کسی بخواد دکریپتش بکنه این مستر کی رو میخواد، هیچ کس هم به این مستر کی نمیتونه دسترسی داشته باشه مگر حالا یه شرایط خاصی. علاوه بر اون پروسس سخت افزارش، این ساختار کلیدهایی که در واقع نگهداری میشن، این کی استراکچرهایی که داخل این ساختار کی استور نگهداری میشن، این پایین هست که در واقع مشخص میکنه. اگر ملاحظه بفهمید میبینید که دو جور در واقع ساختار رو میتونه در واقع نگهداری بکنه، یکی سرتیفیکیت ها هست یکی هم کلیدهای RSA. سرتیفیکیت ها و کلیدهای RSA معمولا مرتبط هستن کلا تو کی استور. حالا همه دوستانی که با کی استور کار کردن میدونن شما اگر بخواید تو کی استور کلید نامتقارنی رو نگهداری بکنید با استفاده از یک سرتیفیکیت باید ساینش کنید. این در مورد کلیدهای متقارن مثل AES یا تریپل دز صادق نیست، اصلا نیازی به این کار نیست، ولی کلیدهای نامتقارن اینجوریه. حالا اگر من سرتیفیکیت معتبری نداشته باشم معمولا چیکار میکنم؟ یک سرتیفیکیت سلف ساین رو روی خود دیوایس تولید میکنم که حالا تو سورس کد خواهیم دید، از طریق اون کلیدهای RSA رو که داخل کی استور هستش رو ساین میکنم. این به این موضوع میگن اتستیشن. از ورژن 7 اندروید به بعد که اجباری شد کی استور سخت افزاری، یعنی هر دیوایسی که اندروید 7 رو گرفت آپدیتش رو حتما کی استور سخت افزاری دیگه داره، ولی قبل از اون گارانتی نبود. حالا بعضی از دیوایس ها خیلی قبل از اون مثل نکسوس 4 ساپورت میکردن، بعضی از دیوایس ها تو اندروید 7 هم ساپورت نمیکردن و بعد از رده خارج شد.
خب عرض کنم خدمتتون که حالا این دقیقاً چه اتفاقی میفته. این IQSO سرویس که عرض کردم یک اینترفیسه، اگه بخوایم با این سخت افزار کار بکنیم یا با این بایندر کار بکنیم باید ایمپلیمنتش بکنیم. این ایمپلیمنتیشن در واقع به عنوان یک سرویس اجرا میشه و همونجوری که ما با سرویس هامون توی برنامه هامون کار میکنیم همونجوری باید باش رفتار بشه. این سرویس در قالب یک کاربر لینوکسیه، چون میدونیم هسته در واقع اندروید باز همون ساختار لینوکس رو داره. این حساب کاربر لینوکسی که مربوط به کیستور هستش به اون پروسس دسترسی داره و میتونه اطلاعاتی که رو حافظه اون میاد رو کنترل کنه. همینجا البته میتونه نقطه ضعف باشه که گفتیم ما، چون هیچ برنامه‌ای نیست که تو دنیا نوشته شده باشه و 100% امن باشه. بنابراین اگه این پروسسه کامپرومایز بشه از طریق یک آسیب پذیری، اون وقتی که کی مستر ها اون مستر کیا لو میدن و بعد بقیه داستان. بنابراین اون نقطه ضعف کیستور میتونه این بخش باشه. البته باگایی هم روش پیدا کردن، حالا لینکاشو داریم. قبلا هم باگ هم روتکیت هایی رو در واقع برای بایپس کردن اندروید حتی به صورت سخت افزاری پیاده سازی کردن و منتشر کردن که البته گوگل بعدم پچشون کرد. خب توی نکسوس 4 این پیاده سازی سخت افزاری چجوری بوده؟ کوالکام اون موقع اومد روی SoC خودش، این چیپ سیلیکونی که در واقع ارائه میکنه، یک پیاده سازی استانداردی از آرم رو در واقع مودیفای میکنه. این پیاده سازی استانداردی روی پردازشگر S4 Pro در واقع Snapdragon که روی نکسوس 4 در واقع وجود داشته اومده و یه قابلیتی به نام Trusted Zone رو در واقع پیاده سازی کرده. اون عبارت Trusted Execution Environment یا TEE که ما اشاره کردیم مربوط به همین Trusted Zone هست. تو پیاده سازی جدید این چیپ ها میبینید که دیگه این اسم Trusted Zone رو نمیارن، پیاده سازی اسمش عوض شده، ولی اون موقع اسمش این بود. یعنی لینک ها رو عمالا دنبال بکنید، به خود سایتش میتونید برسید. اون کوالکام اومد اسمش رو گذاشت کوالکام سیکیور اگزیکیوشن انوارمنت یا QSEE که در واقع از طریق اون میومد و این توضیحی رو که عرض کردم خدمتون که چجوری یه سرویس میاد به اون فضای سخت افزاری دسترسی پیدا میکنه ارائه میکنه. اما این بخش حاوی نکات ریزیه که یه پیاده سازی رو میخواییم با هم ببینیم چجوری این پیاده سازی رو اینا انجام دادن. خود کوالکام اومد و یک لایبرری کلوز سورسی رو به این اسمی که این پایین ملازم می‌فرمایید معرفی کرد. اینو با گوگل حالا با هم دیگه تبادل کردن، لایو کیو اس ای کام کامیکیشن ای پی آی دات اس او، یه فایل اس او هست. این سورسش منتشر نشده. هر سرویسی که بخواد با کیستور کار بکنه باید این سرویس رو لود کنه، بعد از طریق کامند هایی که در واقع روی اون ارائه شده، اون پابلیک ای پی آی که وجود داره، میتونه با خود اون چیپ سخت افزاری ارتباط برقرار بکنه با اون QSE. و این کامند ها خیلی محدودن اپریشن هاشون، یعنی در قالب در حد مثلا دسترسی ارسال کی الیاس گیت کردن کی، ولی هیچ موقع باعث نمیشن که کلیدا اکسپوز بشه به جایی. یعنی عرض میکنم پیاده سازیه ما رو یاد پیاده سازی HSM ها یا هاردور سکیوریتی ماژولا میندازه که جلسه قبل هم عرض کردم. یک تجهیزی است حالا با ابعاد مختلف، معمولا تو دیتا سنتر های که خیلی کار حساس انجام میدن استفاده میشه. مثلا تو بحث پرداخت این PSP ها که ما از خدماتشون روزمره استفاده میکنیم همشون ملزم هستن از این دیوایس HSM استفاده بکنن. یا مثلا DNS های روت، این سرویس دهنده های DNS روت و مهمی که حالا تو جای مختلف دنیا وجود دارن که پروتکل های علاوه خصوص DNS سک رو در واقع پیاده سازی میکنن اینها. یا مثلا تو داخل شبکه های سازمانی میبینید مثلا جاهایی که دایرکتوری سرویس وجود داره، بحث احراز هویت و اینها هست، مثلا بحث کی انرولمنت و تولید سرتیفیکیت هست، مراکز ریشه، اینا از این تجهیزات استفاده میکنن. اما خب نمیشد HSM رو بیاد داخل دیوایس پیاده سازی بکنن طبیعتا. بنابراین یه شکل مرسومی که وجود داره همون تحت عنوان TEE شناخته میشه. مدل اینها اینطوری نیست که شما بگین این کلید رو از داخل دیوایس بده به من، اینجوری نیست. شما کلید رو میگین با این مختصات داخل دیوایس بساز و خودتون که این دستور رو زدید حتی نمیتونید بفهمین این کلید مقدارش چیه هیچ موقع، مگر اینکه آسیب پذیری باشه و بتونین اون کلید رو استخراج کنین. چه جوری پس ازش استفاده میکنین؟ از طریق این ارسال این کامند هایی که وجود داره. شما اگر بخواید از اون کلیده که داخل اون کیستوره یا HSM وجود داره استفاده بکنید، دادتون رو میفرستید برای اون، بهش میگید که این رو برای من با اون کلیده رمزنگاری کن.
و اون داده رمزنگاری شده دوباره در قالب یه بلاب یا باینری استریم برای شما برمیگردونه. زمانی که باز اون داده رمزنگاری شده که با اون کلید بوده می‌خواید دیکریپت کنید، دوباره همین عمل تکرار میشه. یعنی اینکه این کلیده در واقع نیاز نیست به ناحیه ناامنی اکسپوز بشه، همیشه توی ناحیه امن خودش باقی میمونه و پروسس‌های خیلی محدودی بهش دسترسی دارن. حتی خود سیستم عامل از کرده به صورت مستقیم بهش دسترسی نداره. یعنی سیستم عامل از طریق این API خودش درخواست میده که این کار رو واسه این اپی که درخواستنده اصلی انجام بده. اینجوری وقتی کلید هیچ موقع به ناحیه ناامن نیاد، ریسک اینکه استخراج و به سرقت بره خیلی پایین میاد. این منطقش اینه. هم HSM ها اینجوری کار میکنن، هم کی استور پرووایدر در واقع اینجوری داره کار میکنه. اما خب پیاده سازیش در واقع تو هر کدوم از این سیستم ها متفاوت. کسی دقیقا نمیدونه داخل این لایبرری پیاده سازی چجور بوده، اما یه سری اطلاعاتی رو به صورت کلی با مهندسی معکوس استخراج کردن. من میگم خدمتتون، اون اولا که عملیاتی که خیلی کاربردی است انجام میشه، یکی کامند جنریت کیپر، فرمت کامند اینجوری است جنریت کیپر که یه کلید تولید میکنه. چون عرض کردم اندروید کی سوپروایدر فقط RSA رو پشتیبانی میکرد، RSA هم رمزگاری نامتقارن دیگه، همشه یه زوج کلید تولید میکنه، پرایویت و پابلیک. بخاطر همین این دستور جنریت کیپر میومد اون زوج کلید رو تولید میکرده، میگفته داخل اون کیستور لطفا این رو تولید کن. ایمپورت کیپر به درد این میخوره که شما کلیدی رو که بیرون از این محیط تولید کردین در داخل خود اون دیوایس، داخل اون چیپ سخت افزاریه رمزنگاری بکنید، نگهداری بکنید. و دوتا عمل ساین و وریفای که اینا باید به صورت بیلتین داخل خود اون چیپ سخت افزاری پیاده سازی شده، یعنی چی؟ امضای داده ها و بررسی امضای اونها، بررسی صحت امضا. خدمتتون عرض بکنم که پس بنابراین این کسی که این لایبرری رو لود میکنه تراست میکنه به دیوایس و این درخواست رو از طریق این کامندو بهش میده و نتایج رو میگیره و تحلیل میکنه و پارز میکنه و این پیاده سازی به این ترتیبه. مستر کی که ما داریم بر اساس یه سری پارامترهای تصادفی روی دیوایس تولید میشه و در داخل کیستور ذخیره سازی میشه. هر زمان بهش دسترسی داشته باشید. خود مستر کی که حالا کی انکریپشن کی هم هست، کلید نامتقارن نیست، کلید متقارنه. اون احتمالاً یه AES 128 بیتیه که تو مود CBC کار میکنه، که حالا این تفاوتاشو جلسه قبل گفتیم خدمتتون. و از طریق این رمزنگاری همه اطلاعات توسط کیستور محافظت میشن. خب اون ریسکایی که عرض کردم کجاست؟ ببینید اگه همه این پروسس ها رو ما به صورت در واقع یه زنجیره ببینیم که لایه لایه سطح تراستشون متفاوته، یعنی تو سطح اپ شما کمترین میزان تراست رو دارین، در داخل اون چیپ سخت افزاری اون فریم ویری که داره با اون چیپ سخت افزاری کار میکنه و خود کوالکام مثلا منتشر کرده بالاترین سطح تراست رو داره، یعنی اون کلید رو. در واقعیت این چیزی نیست به غیر از یه برنامه یه که کد نرم افزاری که خیلی لو لول داره اجرا میشه و مستثنا نیست از آسیب پذیری. بنابراین اگر یه اکسپلویت روش پیدا بشه، کسی بتونه دور بزنه، میتونه اون کلیدا رو استخراج بکنه. در مورد سطح امنیتش بیشتر صحبت میکنه. خب برای اینکه یکم ریسکش کم بشه، خب خیلی کارا کردن، اما قبلا چند تا آسیب پذیری پیدا شده. این مستر کی هم ساختارش در واقع دیتا استراکچرش ملزم بفهمید به این ترتیب دیتا تایپ ها رو ببینید. حالا چون دیتا تایپ های سی هست راست کردم پیاده سازی کلا پیاده سازی چیز. بعد این کلید ها برای اینکه چون ما مستر کی های متعددی گفتیم تولید میشه دیگه، به ازای هر کلیدی که کاربر میسازه یه مستر کی تولید میشه و باهاش محافظت میشه، علاوه بر اینکه مستر کی ها انکریپت میشن و نگهداری میشن، یه کد مک هم بر اساس الگوریتم HMAC SH256 بر اساسشون تولید میشه. برای چی؟ برای اینتگریتی چکینگ، برای اینکه مطمئن بشن این کلیده داخل کیستور تمپر نشدن، دستکاری نشدن. یعنی این همیشه این چکسامه، این کد اینتگریتی چک مکه کنار کلیده نگهداری میشه. هر موقع که این کلیده قرار استفاده بشن، این کد مک بازسازی میشه، مقایسه میشه، اگر صحت داشت انجام میشه، اگر نه اون کلید اکسپایر میشه، اینوالیدیت میشه، چون کلید دیگه دستکاری شده و احساس میکنم مثلا یه روت کیت یا یه چیزی موفق شده دسترسی بهش پیدا بکنه.